با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز. در سطح زیادی از موفقیت شما در برقراری ارتباط با دیگران به زبان بدن شما بستگی داره. گاهی در جلسه کاری، مهمونی یا قرار ملاقات ساده هستید. اشتباهاتی در زبان بدن وجود دارند، بدون اینکه خودتون متوجه باشین، تصور بد و غلط رو از شما می‌سازند. ما در این ویدیو به شما اشتباهاتی که در زبان بدن که شما رو ممکنه فردی به اعتماد به نفس نشون بدن رو به شما معرفی خواهیم کرد. برای دیدن این ویدیو با ما همراه باشید. حالت ایستادن شما بسیار مهم هست. وقتی میایستین سعی کنید شونه هاتون افتاده نباشه، چون آدمای بی اعتماد به نفس با شانه های افتاده و آویزان میایستند. با این کار نشون میدید که اعتماد به نفس کافی رو ندارید. و اما وقتی خمیده و آویزان مینشینید، اینطور به بقیه نشون میدید که به کار و یا حرف طرف مقابلتون اهمیت کافی رو نمیدید و این اصلا خوشایند نیست. همچنین در هنگام صحبت کردن با تکان دادن سر نشون بدید که کاملا حرف طرف مقابل رو دنبال میکنید. لبخند زدن رو فراموش نکنید که باعث میشه اطرافیانتون حس خوبی رو نسبت به شما پیدا کنند. مدل و شکل پاهاتون در هنگام نشستن ویژگی شخصیتی شما رو نشون میده. پوزیشن پاها یک کار غیر ارادی هست و کنترل آن هم یکم سخته. اما سعی کنید که پاهاتون رو به طور مساوی روی هم و یا روی زمین قرار بدین و زانوها و پاهاتون رو زیاد از هم جدا نذارید. این پوزیشن یه حالت کاملا طبیعی هست و آرامش و راحتی شما رو به اطرافیانتون منتقل میکنه. در هنگام صحبت کردن سعی کنید دستاتون رو نه بیش از حد تکون بدید و نه کاملا بی حرکت. سعی کنید حرکاتی مثل شکستن قلنج انگشت و یا جویدن ناخون و لب و کارهایی مثل این رو انجام ندید، چون با این کار بی اعتماد به نفس بودنتون رو به اطرافیانتون منتقل خواهید کرد. در هنگام صحبت کردن و یا موقع نشستن و یا ایستادن، آویزان کردن دستا کار پسندیده و جالبی نیست. با این کارتون به طرف مقابلتون نشون میدید که علاقه به بحث یا گوش دادن حرف طرف مقابلتون رو ندارید. وقتی با کسی میخواید دست بدید، محکم دست بدید. البته منظورم از محکم این نیستش که خیلی محکم دست بدید. با خیلی محکم دست دادن به طرف مقابل حس بدی رو منتقل میکنید و فردی خشن به نظر میاید. زیادی شل دست دادن هم شما رو فردی ضعیف و بی اعتماد به نفس نشون میده. در هنگام صحبت کردن با طرف مقابل سعی کنید حتما تماس چشمی برقرار کنید. نداشتن تماس چشمی در هنگام صحبت کردن و یا جلسه کاری، نداشتن آمادگی و غیر صمیمی بودن شما رو به طرف مقابل منتقل میکنه. زیادی خیره شدن هم به طرف مقابل باعث میشه که طرف مقابل به شما حس بدی رو پیدا کنه. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.